Дега пуштано кума. За ноно дега како ќе ви остане. Не знам дека ќе не знам не знам. Рај. Мај шак сам цат ме чиста чудовца, тоа се Карл е сит. Ја се прај. Иди пријава се да се не потни. Тоа е што го сум. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزان دل قرار داریم. در هر جایی که هستید لباس عزت، عافیت، به سربلندی، به موفقیت بر تن شما آرزوی ماست. بحث امروزی ما یا برنامه امروزی ما در یک مورد یکی از موضوعات بسیار مهم و جنجالی است. ویدیویی که شما در یکی از روزها یا دیروز و یا امروز در صفحات مجازی مشاهده می کنید و در صفحات دست به دست می شود، برخورد و یا شیبه و یا رفتار ظالمانه و وحشیانه یکی از افسران پلیس هست با یکی از موسفیدان و یا برادران عزیز ما در کشور عزیز ماست. بیایم که با هم ببینیم از نظر دین مبین اسلام حرمت و جایگاه بزرگان ما چقدر است و مسئولیت و وجیبه و وظیفه پلیس چی هست. وقتی انسان این ویدیو را تماشا میکرد تعجب میکند که ما چگونه افرادی داریم در این جامعه، چگونه جوانانی داریم در این جامعه که چطور به خود جرأت میدهید که یک موسفیدی که حیثیت پدر، مقام و منزلت پدری دارد بر شما، تو او را بلند میکنی و بر روی زمین میکوبی. آیا از خدا نترسیدید؟ فکر کردید که جرأت، شجاعت، غیرت و قوت و نیروی جوانی خودت را با یک موسفید نشان میده؟ شرم نکردی از الله؟ او کسی که جایگاه پدر دارد، او کسی که الله در موردش توصیه کرده، او کسی که پیامبر می فرماید اگر با او احترام نکردی، اگر با او حرمت نکردی، از دایره این امت بیرون می شوی. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. ای قول من نیست، قول رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین است، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. کسی که با کوچکان ما، با زیردستان ما، یعنی اطفال، نوجوانان رحم و شفقت و ترحم نداشته باشد و کسی که با بزرگان ما، محاسن سفیدان ما، شخصیت‌های والای ما حرمت قائل نباشد، او از امت ما نیست. چون در قاموس و فرهنگ محمدی چیزی به اسم بی‌عزتی، توهین، تحقیر، تمسخری بزرگان وجود نداره و پیامبر صلی الله علیه وسلم عملا به ما نشان داده که چگونه باید بر یک بزرگ، بر یک موسفید حرمت قائل بشوید. در زمان فتح مکه، وقتی که مکه فتح می شود، ابو قحافه پدر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هنوز مشرف به اسلام نشده،
یک انسان کهنسال موسفید عاجز بود. طوری پیر و موسفید شده بود که حتی ابروهاش هم سفید شده بود، طوری که در تاریخ می آورد. سر و ریشش همه سفید بود. ابوبکر پدرش را به پشت می کند، آغوش می گیرد، او را به پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم می آورد تا پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام برش عرضه کند. زمانی که ابوبکر پدر موسفیدش را پیش پیامبر می آورد، پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاهی بر ابوبکر می کند، می گوید خطاب به ابوبکر صدیق: ابوبکر، چرا این موسفید را اذیت کردی پیش ما آوردی؟ می گفتی من رسول خدا پیش او می رفتم. یعنی پیامبر جایگاه موسفید و بزرگر به ما معرفی می کند. پیامبر با اون همه مقام، عظمت، جایگاه، شرف، مجد، بزرگی که دارد، خطاب برای ابوبکر میگوید میگذاشتیم ما نزد او موسفید میرفتیم. پیامبر از موی سفید موسفید حیا میکند. تو به عنوان یک افسر، یک سرباز پلیس در این مملکت خجالت نکشیدی؟ شرم نکردی؟ حیا نکردی؟ از الله نشرمیدی؟ از رسول او نشرمیدی که دست سر یک موسفید بلند میکنی؟ وظیفه تو چیست؟ وظیفه تو خدمت به مردم هست، ایجاد سهولت به مردم هست، تأمین نظم است برای مردم، امنیت مردم هست. و ای وظیفه که تو برای دیگران خدمت بکنی بار دوش جامعه هستی. این رفتار وحشیانه، ای برخورد جاهلانه، ای برخورد ظالمانه، برخوردی نبود که از یک مسلمان در برابر برادر مسلمانش صادر بشه. تو آبروی این امت با این برخوردی بردی، حیثیت نظام، شرافت نظام را با این لباس که بر تن تا زیر پا گذاشتی. اگر مردم برید حرمت میکنن، او حرمت برای تو نیست، او عزت برای او لباسی است که بر تنت هست. اگر مردم برید احترام قائل میشوند به عنوان یک افسر یا یک سربازی که در این مملکت خدمت میکنی، او احترام برای او لباس است، نه برای خودید. وگرنه میلیون ها جوان مثل خودید در جاده ها و خیابان ها هر روز راه میره، ولی تو قدرت نفهمیدی، شخصیتت نفهمیدی. به جای ای که تو برای برادر و خواهرم مسلمانید زمینه را مساعد بکنی تا مشکل اونها بهتر رفع بشه، نظم به اونها ایجاد بکنی، تو خودت به عنوان یک انسان بی نظم، به عنوان یک انسان جاهل در جامعه تظاهر پیدا کردی. خواست ما از وزارت امور داخله ای هست که باید با چنین انسانهای احمق و جاهل و ظالم برخورد قانونی صورت بگیرد. اگر قانونی هست باید این به پنجه قانون سپرده بشود. اگر قانونی وجود نداره پس ما در یک جنگل زندگی میکنیم امروز. چه وضعیتی است در این مملکت؟ یک بار و دو بار نیست، چندین بار چنین برخوردهای ظالمانه و وحشیانه با رعیت صورت گرفته از طرف افرادی که اونها منسوب به نظام هستند. نه تنها پلیس، در بسیار از ادارات امروز شما برید اونجا اخلاق اسلامی وجود نداره، اصلا حرمت به احترام قائل نیستن برای مراجعینی که اونجا می آید. اونجا تعصبات و قومی و نژادی و خودخواهی حاکم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که یک کسی به یک سمت و یک قدرت بوره انتخاب میکرد، به طور نمونه حضرت معاذ رو وقتی که والی یمن انتخاب میکنه، برای معاذ این توصیه رو میکنه: معاذ، اتقو دعوت المظلوم، از دعای مظلوم بترس، خودت دور نگاه کن. چرا؟ فإن ليس بين المظلوم وبين الله حجاب، بین مظلوم و خدا هیچ پرده‌ای وجود نداره. با مجرد که مظلوم دستش بلند بکنه الله قبول میکنه دعای او. تو نشرمیدی، خجالت نکشیدی، حیا نکردی که دستت سر یک موسفید بلند میکنی؟ با این جوانی، با این کرکترت از خدا حیا نکردی که تو یک موسفید میگیری و زمین مثل یک توپ فوتبال میکوبی؟ او حیثیت کاکایت داره، حیثیت مامایت داره، حیثیت پدرت داره.
درست است ما مشکل داریم امروز در افغانستان. بسیار از برادرانمون ممکن نظم رعایت نکنن. حتی در قضیه حج ببینید بیشترین بی‌نظم ترین افراد حجاج دنیا حجاج افغانی است. ولی این به این معنی نیست که تو از زور و سلطه جوانید استفاده بکنی سر اینها. تو یک بار نگاه خودت یک بار همون ویدئویی که ثبت شده نگاه کن. من دعا میکنم به حق او جوان، او برادر به خواهری که این ویدئوی را ثبت کرده و در دسترس دیگران قرار داده. بزرگترین امر بالمعروف و نهی از منکر کردی. بزرگترین کار را انجام دادی که حداقل جنایت این جنایتکاران را آشکارا کردی. گرچه که ما افراد خیلی خوبی داریم در صفوف اردو، پلیس، خیلی افراد با خدا، با تقوا، مردم با سلوک، خوش رفتار. در اراکین دولتی خیلی افراد خوبی هم وجود داره. جرم یک عمل فردی است. ولیکن فردی که چنین جرمی را انجام میده باید به او برخورد قانونی صورت بگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی یک موسفید دستش بلند میکنه از خدا میخواه، الله میگه من حیا میکنم که دست حضور خالی برگردونم. خدا با او مقام و عظمت و جلالش، پیامبر با او جایگاهش، از یک موسفید حیا میکنه. تو حیا نکرد؟ بی شرمانه و ظالمانه با او رفتار میکنی. یک دفعه نگاه کن خودت به شخصیتت. درست است امروز او لباس بر تنت است، درست است امروز به عنوان یک فرمانده و فرمان روا بر این مردم حکمت میکنی، بر این مردم ضعیف و بیچاره. خدا را حاضر و ناظر بدان بر اعمالت، بر رفتارت، بر کردارت. بناهن برادران و خواهران عزیزم، چنین رفتارهای وحشیانه از هر انسانی که سر بزند، تنها پلیس نیست، منصوبین دولتی نیست، هر کس که باشد، چی رعیت باشد به چی دولت، باید با او برخورد قانونی بشه. محکوم است چنین اعمالی، چنین برخوردی. اسلام با بداخلاقی، بدرفتاری، بدخلقی تنفر داره از چنین افرادی. پیامبری که الله او را به ما روان کرده، او را میگه تو خلق عظیم داری. پیامبر میگه بهترین شما کسی است که رفتاری نیکو دارد. باید عفو داشته باشه، گذشت داشته باشه، حوصله داشته باشه، صبر داشته باشه، استقامت داشته باشه. نباید با کوچکترین عکس العملی که از طرف مراجعین صورت میگیره شما عصبانی بشید و به شلاقی که به دستت است مردم را زده بروید. تو این صلاحیت را نداری. یه صلاحیت تو بیرون است. مردم محتاج هستند، ضرورت دارن به اونجا مراجعه کردن. و تو به جای اینکه که این مردم راهنمایی بکنی، سهولت را ایجاد بکنی برای این مردم، نظم ایجاد بکنی، خودت بی نظمی میکنی. خودت مختل کننده نظم هستی در جامعه. ما داریم افراد زیادی داریم از این انسانهای خودخواه. امروز شما بارها دیدید وکیلایی که در سر جاده برعکس پلیس در مورد لتوکوب قرار دادن. افراد زورمن، خودخواه، متکبر خیلی زیاد است در این جامعه. اما باید متوجه زیردستانتان باشید، چون الله مراقب حال اونهاست. اگر یک مرتبه دست بلند کرد و از خدا خواست، ریشه تان نابود میشه. دعای مظلوم مثل یک تیغی برنده هست، حیثیتت، شرفت، عزتت همه زیر سوال میبره. همی که امروز خودی در دسترس رسانه ها افتادی، هر کس برید لعنت میفرسته، هر کس برید توهین میکنه، همه تو را تحقیر میکنه، و ممکن از وظیفه سبک دوش شوی، ممکن خانه نشین شوی، ممکن مجازات شوی. همه خودش بیانگر گرفتاری دعای مظلوم است در حق. او لحظه که تو اون مظلوم رو به زمین زدی، حیثیت خودی تو به زمین زدی، شرف خودی تو به زمین زدی، آبرو به عزت خودی تو به زمین زدی، مقام و منصب خودی تو به زمین کوبیدی، تو خودی تو به دیگران نشان دادی که والله چنین وضوع قوی دارم، چنین جوان با انرژی هستم. یه غیرت نیست. غیرتی تو در برابر دشمنانت نشان بدی، غیرتی تو در برابر مسئولیت و کارت نشان بدی. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه قوی کسی است که خشم خود را فرو بخورد، قوی کسی است که دیگران را عفو کند، قوی کسی است که وظیفه و مسئولیتش به طور احسن انجام بده. تا
تو قوی نیستی، تو خیلی ضعیف هستی. او قویه که قدرتش در برابر مظلومین استفاده میکنه، او ضعیفترین انسانه، پسترین انسانه. پیامبر میگه قوی کسی است که مسئولیتش به طور احسن انجام میده. و مؤمن قوی در پیشگاه خداوند محبوبتر و بهتر است نسبت با مؤمن ضعیف. ولی این مؤمن قوی به این معنی نیست که تو سر دیگران بکوبی، دیگران مورد تحقیر و توهین قرار بدی. بنابراین امیدوار هستیم در هر جایی که هستید از چنین برخوردها و از چنین رفتارهای وحشیانه و جاهلانه به حد توانتان جلوگیری کنید. شما چی تصور میکنید که این جوانی که این ویدیویی را ثبت کرده و در دسترس دیگران قرار داده، بزرگترین کار را انجام داده، بزرگترین جهاد را انجام داده، بزرگترین امر بالمعروف انجام داده، بزرگترین مسئولیتش در پیشگاه خدا و ملت انجام داده. امیدوار هستیم در هر جایی که هستید موفق و مؤید و سربلند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.